تهیه بکنیم. چی شدش که الفبای افغان مد نظر قرار گرفت؟ مضافه اینی که اگه در خصوص مدارس فارسی زبانی که تو افغانستان تأسیس کردین، راه اندازی کردین، درباره اونم یه توضیح بدین، البته بعد از تماشای قسمت‌هایی از این فیلم. کجایی هستی؟ از جای کندوز هستیم. ایرانی هستی یا افغانی؟ افغانی. اسم چیه؟ ریشه. مدرسه میری؟ نه. چرا؟ سواد میکنم. دوست داری بری مدرسه؟ نه. کجایی هستی تو؟ ایرانی هستی یا افغانی؟ افغانی. روزا چی کار میکنی؟ مبارک باشه. شما خودتون چند کلاس سواد دارین؟ چهار. کجا خوندین؟ مشهد. خب قراره که چی کار کنید؟ الان قراره که خدا خواسته باشه اول خدا پایین خدا شما، بعد یک کلاس اینجا میخوام باز بشه دیگه بچه رو دست. خب بچه ها مال کدوم کشورن؟ مثلا افغانستان، از اینجا که زاهدن. خب الان زاهدنن ولی افغانی هستن. خب چند نفر تو هر کلاس میان؟ تقریبا شاید بچه ها 15 نفر بشن، دخترها 10 نفر بشن، یا مثلا بچه ها 10 نفر بشن، دخترها 15 نفر بشن. خب کدوم اتاق میخواین درسشون بدین؟ امین اتاق خوده. میرید نشون بدین؟ بفرمید به ما نشون بدین. این اتاق روشن بس روشن شما خودت مدرسه میری؟ بله. این پسر شما؟ نه خیر، من پسر یک کوچولو دارم 2 سالش، یک دختر دارم 5 سالش. عمو جان شما مدرسه میری؟ نه. بله. شما میری؟ کجا میری؟ همش میرم. بچه‌ام میرم. چرا الفبای افغان؟ ببینید یونیسف به من گفتش که ما تعداد زیادی بچه داریم که در واقع مدرسه نمیرن، آیا مایلی در مورد اینا فیلم بسازی؟ من گفتم آره. من رفتم این فیلم رو بسازم، فیلمی که در واقع با یک قرارداد 1 دلاری به عنوان سمبل شروع شد ساختنش، منجر شد به این که خود فیلم البته حدود 100,000 دلار فروش داشت که به همین پروژه برگشت، ولی این فیلم به من نشون داد که چطور فقط در زاهدان و زابل 100,000 کودک نمیتونن برن مدرسه. من از طریق این فیلم سعی کردم که به هیئت دولت آقای خاتمی بگم شما لازم نیست بودجه اختصاص بدید، کافیست یه صندلی خالی به هر بچه‌ای توی کلاس‌های مختلف سراسر ایران اختصاص داده بشه، فقط 2 تا قانون در حد هیئت دولت عوض بشه، 500,000 آدم امکان خوندن و نوشتن رو پیدا می‌کنن. منتها این فیلم تبدیل شد به یک حرکت بزرگتری که بعدها ما 24 پزشک به ما پیوستن که مجانی اینا رو جراحی می‌کردن. ما به این کلاس‌ها سر می‌زدیم، بعضی از این بچه‌ها نابینا شده بودن، بعضی‌ها کر شده بودن. دختری بود که مثلا پاش در اثر فلج اطفال عین شاخه‌های درخت کج بود که بعد از 9 تا عمل جراحی که به صورت مجانی توسط پزشکای داوطلب ایرانی انجام شد این دختر راه افتاد. 2 تا دختر نابینا تو همین کلاس‌ها شناسایی شدن، عمل شدن، بینا شدن، ولی بینایی اصلی اون 500,000 بچه‌ای بود که چشمشون به خوندن و نوشتن باز شد. و متاسفانه وقتی احمدی نژاد اومد دوباره این قانون کنسل شد و در مدارس برای بچه‌های افغانی بسته شد. این پروژه هی از خودش زایش داشت. مثلا تو اون شهری که من دیده بودم 20,000 نفر مردن، ما رفتیم تو همون شهر 2 تا مدرسه به اسم فردوسی و رودکی ساختیم و حدود 4,000 دختر تو 3 شیفت تو این 2 تا مدرسه درس میخونن. این پروژه ها هی از همدیگه زایده شدن. یکی از اوناش که خیلی قشنگه و من دوست دارم 2400 تا بچه فقیر که گدایی میکردن تو شهر کابل وجود داشت. ما اینا رو تست زدیم، 14 نفر از اینا استعداد نقاشی داشتن. ما به جای که اینا برن گدایی شروع کردیم بهشون امکانات دادیم و ازشون تابلو خریدیم در حد 30 دلار، 50 دلار، 100 دلار و حدود 9000 دلار فقط بودجه گذاشتیم و 168 تا تابلو توسط بچه‌های گدا تو ظرف 1 سال آماده شد که بعد به خودشون برگردوندیم و یه نمایشگاه گذاشتیم تو تاریکی
سفرهای کشورهای مختلف رو دعوت کردیم، یه چراغ قوه دادیم دستشون، گفتیم برید نمایشگاه رو ببینید. اینا چراغ قوه رو تو تاریکی مینداختن، هم تابلو رو میدیدن هم نقاشش که همون بچه گدای پارسالی بود. این پروژه باعث شد 14 تا بچه گدا از گدایی به نقاش تبدیل شدن، دوتشون بورسیه گرفتن اومدن بیرون. ما 82 تا پروژه های سوادآموزی یا تغییر شغل یا در مورد بهداشت و سلامتی افغان ها انجام دادیم که واقعش این چیزا منو خیلی ارضا میکرد. یعنی من میدیدم با بودجه خیلی کوچیک. فیلم سازی اثرات دراز مدت تر داره، ولی این چیزا عین دندون پزشکی که دندون شما رو خوب میکنه، میبینه دیگه درد نمیکشی، لذت میبره، بیشتر برای من جذابیت داشت و به هر جهت ما درگیر این کارا بودیم. این روزها مهاجرای ایرانی خودشون، تعداد مهاجرای ایرانی به یه موزل تبدیل شده. حجم آدمایی که دارن از ایران میان، البته بعضیا به عنوان موزل نگاه میکنن و بعضیا هم به عنوان یه موهبت. یه میان برنامه داریم، این میان برنامه رو با هم نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم به بحث مهاجران ایرانی این روزها و حجم عظیم مهاجران بعد از این رویداد انتخابات خرداد امسال و آنچه به جنبش سبز موسوم شده.